خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. فدورای 35 منتشر شد. فدورا چیه؟ یک توزیع لینوکسی مثل اوبونتو. الان این محیطی که میبینید، من اوبونتو هم، آخرین ورژن اوبونتو، دیروز هم ویدیوی آپگرید کردم به آخرین ورژن اوبونتو رو گذاشتم. 6 ماه قبل این ویدیو رو زدم که به اوبونتو مهاجرت کردم، چطوری اوبونتو 21.04 رو نصب کنیم کنار ویندوز، هیچ مشکل سرعت نداره، واسه کامپیوترهای قدیمی هم مناسبه، به صورت دوال بوته، یعنی شما سلکت میکنید که لینوکس بیاد بالا یا ویندوز بیاد بالا. بعضی فکر میکنن که اینا همزمان میان بالا، کند میشه سیستم، واسه هر سیستمی مناسب نیست. نه، اینطوری ها نیست، واسه هر سیستمی مناسبه. میتونید لینوکس رو کنار ویندوز نصب کنید، هر دو تا سیستم عامل رو هر وقت که بخواید داشته باشید. توی این ویدیو خیلی کامل توضیح دادم همه مراحلی که باید طی بشه رو. حالا بعد 6 ماه شما میتونید با اوبونتو ادامه بدید، کاملا توصیه میکنم این کار رو که با اوبونتو ادامه بدید. ولی اگر دنبال یه سری ماجراجویی ها باشید، دنبال این باشید که یک محیط جدید رو تست کنید با یک کمی تنظیمات متفاوت، یعنی که یک هدف خاصی رو داشته باشید، میتونم پیشنهاد کنم که بیاید سمت فدورا. فدورا اصلا توضیح ضعیفی نیست، خالق لینوکس، کرنل لینوکس، لینوکس توروالز خودش طرفدار فدوراست، از فدورا استفاده میکنه. البته خب اون کاربریش متفاوته، ولی نشون میده که فدورا هم جزء توضیحهای خوبه. یه توضیحی بخوایم داشته باشیم که خیلی هم مفیده، اینا شاخه های مختلف لینوکس هستن. بزرگترین شاخه متعلق هست به دبیان، مادر بیش از 50% توضیحهای لینوکسی، که از همین دبیان شاخه های زیادی به وجود میاد. مهمترینش همین اوبونتو هست، که از اوبونتو هم دوباره شاخه های زیادی به وجود میاد. ما یه سری اینجا توضیحهایی رو داریم که خودشون والد هستن و هیچ فرزندی هم مثلا نداشتن. یکم توضیح های پراکنده تا میرسیم به اسلکور، که از اون مهمترین شاخه‌ای که داریم شاخه سوزه هست، که اینجا مثلا اوپن سوزه رو میبینیم. همچنین یکی دیگه از شاخه های بزرگ در حد همین اسلک و دبیان، حالا بزرگتر از اسلک، کوچکتر از دبیان، شاخه رد هت هست. رد هت یک کمپانی هست که اولین کمپانی هست که به 1 میلیارد دلار درآمد رسید، اومد لینوکس رو تجاری سازی کرد و توضیح های زیادی هم از این شاخه به وجود اومده که ما فکر کنم کجاها فدورا رو داریم، اینجاها فدورا رو داریم. رد هت توضیح های انترپرایز پولی میزنن، مثلا اینجا رد هت انترپرایز رو میبینید. اینا با اهداف متفاوتی هن، هزینه هاشون هم متفاوت، از چند دلار هست در ما تا چند هزار دلار. فدورا به نوعی میشه گفت آزمایشگاه رد هت هست، یعنی رد هت میاد اون تست هاشون، پکیج هایی که میخواد تست کنن رو میذاره روی فدورا، کاربرا میان از این پکیج ها استفاده میکنن، یک توضیح خوب دارن، ولی در قبالش دارن به رد هت کمک میکنن که بتونه سایر توضیح هاشو ادامه بده. خب همین توضیحات به نظر کافیه و این نکته رو هم بهتون بگم که توی این ویدیو میخوایم آموزش مهاجرت از لینوکس به لینوکس رو داشته باشیم. اگر میخواید ویندوز به لینوکس رو داشته باشید، همین ویدیو براتون خوبه. تنها تفاوتش اینه که به جای دانلود اوبونتو 21.04، اوبونتو 21.10 رو دانلود کنید، با همین روش کنار ویندوز نصب کنید. همچنین همه مراحل جدا کردن پارتیشن و کارهایی که روی ویندوز انجام میدیم دوباره بین رد هت، حالا این فدورا با اوبونتو یکیه، فقط خود اینستالیشن است. بعد از اینکه لایف میاریم بالا، اونجا یه تفاوتهایی ایجاد میشه. برای همین اگه بخواید فدورا رو کنار ویندوز نصب کنید، نصف کارا رو تا قبل از محیط لایف اینجا گفتم، بقیه‌اشو دوباره میتونید از اینجا از سر بگیرید، یا اینکه کلا برید اوبونتو رو نصب و اینستال بکنید. اگه بخوایم از لینوکس به لینوکس مهاجرت کنیم، اولین کار اینه که باید ایمیج رو دانلود کنید. من این ایمیج رو اینجا ذخیره کردم، برای دانلودش میایید روی این قسمت دانلود کلیک میکنید و میریم به صفحه دانلود. اینجا رو نوشته فدورای 35 برای کامپیوترهای 64 بیتی، یعنی اون سی پی هایی که 64 بیت باشن میتونید روی دانلود بزنید که دانلود فایل براتون شروع بشه.
اگه دانلود کنید همین فایل ISO رو میگیرید، میبینید حجمش هم نزدیک 2 گیگ، کمتر از 2 گیگ، و من قبلا دانلود کردم و اینجا گذاشتم روی دسکتاپ. برای اینکه بتونید دانلودش کنید به یک فلش نیاز دارید. من یه دونه از این فلش ها دارم، حداقل 4 گیگ باشه، این 8 گیگه. قبل از اینکه اینو من بزنم به سیستم، چک میکنم که هیچ فلش، هارد دیسک و هیچ ابزار اکسترنال دیگه ای وصل نباشه روی سیستمم. میام اینجا مینویسم LSBLK، میبینید که برام لیست اون دیوایس هایی که دارم رو چاپ میکنه. اینجا همهش رو میبینید. برای اینکه من فقط اون هارد ها رو ببینم، حالا فلش و هارد ها رو مینویسم LSBLK، یه دونه پایپ میزنم، میگم گرب کنه برام SD رو. اینطوری من فقط اون هارد ها و فلش ها و این چیزا رو میبینم. به من میگه که یه دونه SDA داری، یه دونه SDB داری. خب این حالت روی سیستم منه. ممکنه که شما فقط SDA داشته باشید یا علاوه بر SDA و SDB SDC رو هم داشته باشید. حالا برای من نوشته SDA یعنی SD اول که روش من سیستم عامل خودم رو دارم. مثلا میدونم که اینجا همون فضاییه که بوت روش نصب شده، این فضای ویندوزه، اینم فضای لینوکسه که بخش روت روش قرار گرفته. همچنین ما SDB رو داریم حالا روی سیستم من که یه دونه هارد 1 ترابایته که روش اطلاعات رو دارم. من فلشم رو میزنم به سیستم، اینو من وصلش میکنم. وقتی که وصلش کردم، البته این یکی در گوه چک کنیم. خب وقتی که وصلش کردم دوباره همین دستور رو بزنم، به من میگه که یک STC هم اضافه شد. این فضای جدید که مثلا حالا رو سیستم من 7.5 گیگ 8 گیگ میشه همون فلشم. من قراره که اون ایمیج رو روی SDC نصب کنم. پس همه این کارهایی که کردیم به جهت این بود که بدونیم که روی چه فضایی باید اون فلش رو رایت کنیم. حالا ببینید من این ایمیج رو دارم، میخوام از ابزار DD استفاده کنم. همینجا روی اون محیطی که ایمیجم رو دارم، مثلا دسکتاپ، ترمینال رو باز میکنم، مینویسم sudo DD، اسم اون نرم افزار رایت کننده است، if مساوی باشه با اسم همین فدورا رو اینجا قرار میدم، یعنی ایمیجم باشه همین ایمیج فدورا. حالا آفش یعنی به کجا رایت بشه برابر باشه با slash dev slash stc، یعنی روی فلش من قرار بگیره. دقت کنید اگه بنویسید sta، هارد فعلی سیستمتون کلن فرمت میشه، لینوکس پاک میشه، همه اطلاعات پاک میشه و بدبخت میشید. اگه بنویسم روی سیستم خودم SDB، اون هارد 1 ترابایت هم حذف میشه. ممکن شما هیچ هارد دیگه نداشته باشید، SDB باشه همون فلشتون. کار درست این که من اینجا بنویسم STC، چون STC میشه همون فلشم. از کجا فهمیدم؟ دوباره از همون دستور LSBLK grep SD. من میدونم که STC همون فلش منه، از حجم مشخص مثلا 7.5 گیگ نوشته و از اون توالی هایی که بهتون گفتم. یه دونم BS 4 مگابایت میگم، یعنی برن اسپیدش، سرعت رایتش باشه 4 مگابایت که خیلی آروم آروم باشه ولی اطلاعات رو به درستی ثبت کنه. اینتر رو که میزنم ازم پسورد میخواد. یه بارم تو این مرحله چک کنید، ایفتون حتما باید ایمیج باشه، آفتون باید اون محلی باشه که قراره عملیات رایت روش انجام بشه. پسوردم رو میزنم و عملیات رایت شروع میشه. آیا این تنها ابزار بود؟ نه، مثلا شما ابزار دیگه دارید تحت عنوان یونت فکر کنم بوتین. خب اینم یه نرم افزار گرافیکی هست مثل رفوز، میتونید ازش استفاده کنید. میتونید از همون روفوس هم روی ویندوز استفاده کنید، یعنی ایمیجتون رو انتقال بدید به ویندوز، اونجا فلشتون رو بوتیبل کنید، بیارید اینور دوباره لینوکس رو نصب کنید، هر جور که شما راحتید. ولی من از همین دیدی خوشم میاد، یه کمی دقت میخواد، این که باید حتما این پس رو درست بنویسید، اشتباه کنید بدبخت میشید، ولی اگر اشتباه نکنید در کل ابزار راحت و جامعی هست. منتظر میمونم که رایتش تموم بشه. بعد از اینکه رایتش تموم شد سیستممون رو بوت میکنیم. ولی یه نکته ای هم بگم قبل از اینکه بخواید
توضیحتون رو عوض کنید، باید از فایل های مهمتون بکاپ بگیرید. مثلا به فرض اومدید روی همین مرورگر، من میبینم که اینجا یه ابزاری دارم به نام متامسک، این کیف پول ارزهای دیجیتاله. خب اگه از کلیت هایی که اینجا دارید بکاپ نگیرید، حسابتون رو از دست میدید، پس باید از این حتما بکاپ داشته باشید. یا مثلا من توصیه میکنم که حتما یه دونه فایرفاکس اکانت داشته باشید که اون بوکمارک هایی که دارید، اون هیستوری که دارید، اون پلاگین هایی که دارید اونجا براتون ذخیره بشه، رو سیستم جدید وارد فایرفاکس اکانت بشید و دوباره همون شرایط رو داشته باشید. موضوع بعد این که اگر فایلی دارید روی دسکتاپتون، روی هر کدوم از بخش‌های هومتون حتما ازش بکاپ بگیرید. یه نکته مهم این که کنترل H رو بزنید، فایل‌های مخفی دیده نمیشن. دوباره میزنم، فایل‌های مخفی دیده نمیشن. حتما توصیه می‌کنم کنترل H رو بزنید و فایل‌هایی که با دات شروع میشن رو یه نگاهی بندازید. شاید یه فایل مهمی باشه که از بین بره. برای همین دقت کنید حتما. مثلا از بین این فایل ها من ZSH history رو حتما بر می دارم، چون مثلا آدرس سرور های مختلف، IP های مختلف، دستورات مختلف اینجا قرار گرفته و من با داشتن ZSH history روی هر سیستم دیگه همون history ها رو دارم و میتونم ازش استفاده کنم و همون راحتی رو داشته باشم. یا مثلا از همین .fonts و پوشه .fonts کجاست، از این دوتا من حتما یک کپی میگیرم. دلیلش اینه که فوند ها رو میخوام روی سیستم جدید هم داشته باشم. یا مثلا از پوشه .ssh حتما یک کپی میگیرم، چون همه کلید سرور هام روی این پوشه ذخیره شده و نمیخوام کلید سرور هام رو از دست بدم. حالا میتونید از .mozilla مثلا کپی بگیرید، ولی من دارم از اکانت موزیل استفاده میکنم، نیاز ندارم. اگه ایمیج خاصی دارید مثلا از جنی موشن استفاده میکنید، ازش کپی بگیرید. همچنین این پوشه ها رو حتما دونه دونه چک کنید، دسکتاپ، داکیومنتس، دانلودز، موزیکس. ببینید شاید مثلا یه فایل مهمی توی دانلودز داشته باشه که از بین بره. همه اینا برای حالتیه که شما پارتیشن هومتون رو جدا نکرده باشید. اگر پارتیشن هوم رو جدا کرده باشید دیگه به این کارا نیاز ندارید. فقط کافیه که موقع نصب سیستم عامل دقت کنید که حتما پارتیشن هوم رو تو مسیر هوم مانت کنید، فرمتش نکنید و از یه یوزر دیگه استفاده کنید. مثلا من که اینجا اسمم مهرانه، از یه یوزر دیگه توی توزیع جدیدم مثل فدورا استفاده کنم. بعدش من دوتا پوشه دارم توی هومم، یکی مهرانه، یکی همون اسم یوزر جدیدمه. دونه دونه میتونم همین مراحل رو دوباره تکرار کنم و فایل های پوشه مهران رو انتقال بدم به مثلا یوزر جدیدم. این کار رو حتما انجام بدید و چک کنید که تنظیم و کانفیگ خاص دیگه نباشه. مثلا اگر از ویرچوال ماشین استفاده میکنید، ایمیج خاصی دارید، دوباره از اون هم کپی بگیرید. من منتظر میمونم که این بخش تموم بشه، خیلی سریع انجام میشه، معمولا زیر 5 دقیقه تموم شده رو برمیگردیم و اینستال کردن فدورا رو با هم ادامه میدیم. خب رایت کردن فایل هم تموم شد و همه مراحل رو با موفقیت انجام دادیم. کاری که باید بکنیم اینه که یه بار ریستارت کنیم سیستم رو و با اون ایمیجی که الان داریم، یعنی همون فلش، سیستم رو بیاریم بالا. چون یه سری از مراحل رو نمیتونم ریکورد کنم، با گوشی فیلمش رو میگیرم و میچسبونم به ادامه این ویدیو که اونا رو هم داشته باشیم و بعد اون مرحله دوباره برمیگردیم به دسکتاپ و اینستالیشن فدورا رو با هم ادامه میدیم. خب دوستان، الان میخوام سیستم رو یه بار ریستارت کنم، پس روی ریستارت میزنم. بعد از اینکه خاموش شد، من F12 رو پشت سرم رو سیستم خودم میزنم. حالا ممکنه که شما برای وارد شدن به منوی بوت نیاز باشه که F8 رو بزنید یا مثلا F2 رو بزنید یا دیلیت رو بزنید. اینجا میگه که خب من این بوت های مختلفی دارم، اوبونتو رو دارم، ویندوز بوت رو دارم، اینجا من USB رو میخوام بزنم. پس ممکنه الان تو سیستم شما 4 باشه، USB 5 باشه، ولی خب اون USB رو حتما پیدا کنید، یعنی همون فلشتون. میزنم که از روی اون بوت بشه. خب اینجا به هم 3 گزینه داره. اولی هست استارت فدورا،
دومی تست، سومی تروب شده. دومی که تست کردن دیفالت روی اونه، من یه دونه میام بالاتر روی استارت فدورا ورک استیشن لایو 35 میزنم و اینترم میزنم. شروع میکنه فدورا رو به صورت لایو برام میاره بالا. یعنی چی؟ یعنی شما هیچ نیازی به اینستال کردن فدورا ندارید، ولی همون فدورا رو دارید به صورت لایو توی محیط لایو با یک کمی سرعت کمتر میبینید. دلیل سرعت کمترم اینه که به هر حال فلش کنتر از هارد دیسک، مثلا اگه هاردتون SSD باشه فلش خیلی کنتر از SSD، برام یک کمی سرعت کمتر رو تجربه میکنید، ولی یک شبیه ساز خیلی خوبی از سیستم عاملتون میتونه باشه، مخصوصا در مواقعی که به مشکل خوردید. مثلا سیستم عامل بالا نمیاد، اطلاعاتتون تو خطره، چیکار میکنید؟ لایو میارید فدورا یا اوبونتو رو بالا، میت فایلاتون رو برمیدارید. یه نکته ای رو بگم که کلیک کردن تاچ پدتون توی این مرحله فعال نیست، حتما باید روی خود کلیک کردن و فشار دادن تاچ پد تست بکنید. میتونید اینستال تو هارد درایو رو بزنید یا ترای فدورا رو. من ترای فدورا رو میزنم، میاد این گوشه، دوباره میزنم و میبینید که فدورا برامون بالاست. مثلا روی کلید ویندوز میزنم، میتونم اینجا لیست نرم افزارها رو ببینم به این صورت و بقیه. حالا اون تست هایی که میتونیم انجام بدیم، من برمیگردم به حالت دسکتاپ، اینترنتم رو وصل میکنم و بقیه مراحل رو میتونیم با هم ادامه بدیم. خب سلام، برگشتیم به فدورا. الان توی فدورا لایف هستیم و میخوایم فدورا رو نصب کنیم. رو کلید ویندوز میزنم، اینجا بخش اینستال تو هارد درایو رو داریم. روی اینستال تو هارد درایو میزنم، اینترنتم رو میخوام خاموش کنم چون یکمی حالا تو مراحل اینستالیشن نمیخوام اینترنت مصرف بشه. میگه زبان رو انتخاب کنید، همین انگلیسی به نظرم اوکیه. سه تا تنظیم رو باید انجام بدیم. اولی تنظیم کیبورد، من میخوام زبان فارسی رو هم اینجا اضافه بکنم. اگه بخوایم بین فارسی و انگلیسی سویچ کنیم، باید بگیم که با کدوم کلید سویچ انجام بشه. روی آپشن میزنم، من معمولا آلت شیفت رو دوست دارم. حالا شما هر کلیدی که دوست داشته باشید رو بزنید، روی اوکی بزنید، روی دان بزنید. مرحله اول تموم شد. مرحله دوم بحث هارد هست که کجا باید اصلا نصب بشه. من یه دونه هارد 120 گیگ SSD دارم، یه دونه 1 ترا دارم. من روی 120 گیگ SSD میخوام اوبونتو رو نصب کنم. میگه که از چه ابزاری استفاده کنیم، اوتوماتیک باشه، کاستم باشه یا کاستم باشه با GUI. من کاستم با GUI رو میزنم، روی دان میزنم، میره اون انستالر گرافیکی ما، اون پارتیشن بندی گرافیکی رو برامون باز میکنه. من چه فضاهایی دارم؟ اولی که SDA به روش EFI ویندوز نصب، دومی یه پارتیشن 16 مگابایتی که خودش خالی کرده، سومی هم یه NTFSی هست که روش ویندوز نصبه. یه دونم 63 گیگابایت دارم که کاملا فری سپیسه، میخوام اینو پارتیشن بندی کنم. اینجا که هیچ ابزاری رو فعلا نداریم، میخوام اینو پارتیشن بندی کنم که بتونم ازش برای اوبونتو استفاده کنم. روی نیوم میزنم، میگه که ماونت پوینت رو بگو، برای روت همه فضاشو با فرمت XT4 میخوام استفاده کنم، اینکریپت هم نمی کنم. روی اوکی که میزنم، خودش میاد اون فضا رو برای اوبونتو اختصاص میده. میتونید فضاهایی مثل هوم و همچنین سواپ رو جدا کنید. سواپ معمولا نیاز نمیشه، تو سیستم های جدید خودش سواپ فایل میسازه. هوم رو هم سلیقه‌ایه، من زیاد با ساختن هوم حال نمی کنم. اگه شما دوست دارید میتونید یک فضایی هم برای پارتیشن هومتون جدا بکنید. روی دان بزنید، این مرحله هم ثبت میشه. ببینیم اینجا که پیامی نمیده، دوباره میتونیم دان رو بزنیم که این عملیات برامون ثبت بشه. اگر روی accept changes بزنید، تغییرات براتون ثبت میشن. پس من میزنم و این کارم برام انجام شد. بخش بعدی time and date که مثلا خودش گفته نیویورک، هر کشوری رو بخواید میتونید بزنید. به خاطر برخی بحث من فعلا ترکیه رو میزنم، بعدم میتونم به کشور مد نظرم تغییر بدم. میدونید که یوتیوب یه سری قوانین داره که دست و بال آدم رو میبنده. روی دان که زدم، البته اینجا فکر کنم یک اروری رو گرفتیم. یه بار دیگه من بیام اینو ببینم که چیه. میگه که هیچ دیسکی انتخاب نشد. یه بار دیگه باید این مراحل رو به گمانم تکرار کنیم.
جالبه چرا ارور داده بود بهمون. این فضا که کاملا سلکت شده، خب یه دونه پندینگ اکشن داره که این اکشنش هم باید انجام میشد. خب دان رو که میزنیم چی بهمون میگه؟ میگه که ارور چکینگ سرچ کانفیگوریشن، کلیک تو کلیک فور دیتیلز اور پرس دان اگین تو کانتینیو. میگه که فیل شد. آها، خودش میگه که EFI رو چرا تنظیم نکردی؟ ایول ایول، خودش داره ارور میده، میگه که شما اومدی به روش EFI نصب میکنی ولی EFI پارتیشن رو تنظیم نکردی. من یه دونه ست ماند پوینت میدم، میگم بوت EFI اینجا باشه، بعد ستش هم میزنم و این دفعه نباید دیگه ارور بگیریم. میبینید بوت EFI اینجا باشه، بوت EFI اینجا هم باشه روتمون. عجب سوتی داده بودم، ولی دم فدورا گرم که بهمون ارور داد. فکر کنم اوبونتو ارور نمیده تا جایی که یادمه، برای همین خیلی به مشکل برمیخورن و میگن که او ما نصب کردیم ولی گراب نصب نشد. اینم از این سوتی خوبی بود، خوشبختانه سوتی دادیم که بدونیم ایرادمون چی بود. اگه سوتی نمیدادم ایرادمون رو متوجه نمیشدیم. میگم بیگن انستالیشن، نصب شروع میشه، شروع میکنه به ساختن فضاهایی که میخواد، بعد اینستال کردن نرم افزار و بخش های مختلف. اگه به اینترنت وصل کنید فدورا رو، میره از اینترنت هم پکیج ها رو میگیره، ولی من همیشه مشکل کانکشن داشتم موقع اینستالیشن و این فیچر حداقل برای من مناسب نیست. ایشالله برید جای خوبی که اینترنت پرسرعتی داشته باشه و بتونید آپدیت ها رو هم همون لحظه با خیال راحت بدون هیچ گونه درد سری بگیرید. منتظر بمونیم که این مراحل تموم بشه، بعدش بر میگردیم و کارا رو با هم ادامه میدیم. و خب تموم شد، کامپلیت شد. شما با زدن فینیش اینستال احتمالاً ریستارت میشید و فدورا رو سیستمتون به طور کامل نصب میشه. من روی این دکمه نمیزنم چون ممکنه که ویدیویی که الان ریکورد کردیم از بین بره. ویدیو رو سیو کنم، برگردیم رو محیط فدورا یه چکی انجام بدیم. احتمالاً یه ویدیو هم در مورد آموزش فدورا، کانفیگایی که باید انجام بدید، چیزایی که پیشنهاد میکنم داشته باشید و یه چند تا نکته دیگه با هم داشته باشیم. پس بریم و برگردیم رو فدورا. و اینم محیط فدورا. فدورا به طور کامل روی سیستم ما نصب داره، از منابع سیستم هم استفاده میکنه، یه سری پکیج داره و یه سری چیزای دیگه هم خودتون میتونید نصب کنید. لیبر آفیس رو داره، ابزارهای ضروری رو داره، چیزایی که همواره داریم، کلکیولیتر، ویدیو پلیر و چند تا ابزار دیگه. چطوری از فدورا استفاده کنیم؟ چطوری کانفیگش کنیم؟ مثلا من دوست دارم این داش همواره این پایین باشه، یا مثلا وقتی دارم یه پنجره ویندویی رو باز میکنم دکمه مینیمایز کردن رو نمیبینم. چیزای خاصی هستن که میتونیم اینا رو با هم یاد بگیریم که چطوری گنوم رو بهتر کنیم بر اساس اون چیزی که خودمون میخوایم. گنوم پکیج منیجرش متفاوته، یعنی شما اینجا ترمینال رو باز کنید بنویسید apt، apt معنی نداره، ما اصلا اینجا apt رو نداریم، از DNF باید استفاده کنید. یه ویدیو دیگه در مورد اینکه چطوری با فدورا کار کنیم میزنم در ادامه این ویدیو در کانال یوتیوبم. قبلش یادتون نره حتما ویدیو در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، اون ویدیو رو هم ببینید و بتونید راحت‌تر از فدورا استفاده کنید. تا ویدیو بعد پس فعلا.